فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. پروانه وای خود مرگم بده، چی شده؟ چرا از پنجره اومدی؟ نه ترسوری نشده، فکرای بد زخمی شدی؟ نه سالمم، فقط باز زودتر از این خونه بریم، پاشو تا دیر نشه. آخه کجا بریم؟ فعلا نمیدونم، بلند شو بلند شو تو شو. یه چند روزی بعد از این شهر و این خونه دور باشیم. یه نفر از کارامون خبردار شده، رفته لومون داده. یالا وقت تلف نکن. من کمرم بدجوری درد میکنه، صبح تا حالا درد گرفته و ول کرده. چه درد من لامصبم همینه. اگه تو آبستن نبودی میذاشتم تو میرفتم، اما دلم نمیاد تو با این شکم اینجا تنها باشی. میبرمت خونه باقر، میذارمت اونجا پیش زنش. پاشو پاشو لباساتو بپیش توی بخچه بره. آخه صادق شو دیگه، آخه نداره. زن و بچه باقره میخوایم چیکار؟ باید مواظب باشیم صادق اینجاها نیاد. خونه باقر زیر نظره، باید بریم یه جای دیگه. فقط یه جمعه که پیدامون نکنن. خونه عمو حسین تو امامزاده کاظم، راش فقط ازش جهون امنه. بیا هیدر، هیدر پسر تو کجا هستی؟ میبینی که چه حال روزی دارم، سرم از درد داره داغون میشه. نمیدونی ناغافر چه تب و لرزی کردم. اونم چه موقعی؟ اوضاع چطوره؟ چه اوضاعی؟ ما لو رفتیم، خلاصه دیگه رای نمون. خیلی رای مرد، این زن بیچارم که حامله است. هیدر تو تنها کسی هستی که بهت اطمینان دارم. متشکر شما امام صادق، شما سرور مایی. ممکنه یه وقت برای من اتفاقی بیفته. خب کار دنیاست، شاید دیگه از این را بر نگشتم، شاید زرم کشتنم. هیدر جون ببین، این 200,000 تومنه پیش تو میذارم امانت. اگه برای من اتفاقی افتاد با این پولا از زن و بچم نگهداری کن. جمیله از ترس ازدواج با مردی ازیر فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه در حین انجام کار به دختر علاقه‌مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدزده و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. خوب به عجب خربوزهای خوشگلیه. منو بگو که از جالیز رفتم 2 تا دزدیدم، اما خب برای یه نفر بسه، تو هم که نمیخوری. دکتر گفته برای تو یکی بده. کی گفته واسه من بده؟ دکتر دیگه. خر نمیشم دستاتو وا کنم. میخوای هوار شیشترم؟ دکتری گفته هم خربوزی برات بده هم دستات نباید وا کنم. حالا بیا پایین بشین، خربوز خوردن منو از نزدیک تماشا بکن. خربوزه هاش مثل هندونه میمونه. باقید یعنی جالیزت آباد چه چه خربوزه از گز اصفهانم شیرین تری. البته خربوزه شمال اصفهان ها، جگر آدم حال میاره. گاز میزنم از طرف او سرا قربتن الله. چرا نگاه نمی کنی؟ ها نه من تشنمه، یکی من بده من بخورم دیگه. اتفاقا خربوزه تشنگی رو رفع میکنه، ملاحظه کنین. یه خورده خربوزه بده من. اینها جلوت وردار بخور، این بادم ما رو وسوسه میکنه. ها دستمو واکن تا بخورم. ده بی خیالت، حالو هم دستات واکنم که فرار بکنی. آره نه فرار نمیکنم. چرا میکنی؟ خیال ندارم فرار کنم. داریم میرسیم به شهر دیگه، کجا برم؟ درسته ولی کارت مکتب کاری عیبه نمیکنه. آخه من گرسنمه. هر وقت نونه گیر آوردم یه خورده بهت میدم بخوری. مگه دشنیدی که میگن فکری نون بکنه خربوزه؟ آه بس. ببین آخه منم دلم از این خربوزه میخواد. وای خدا دلم گیری کرد. حقم داری، خیلی خربوزای خوبی. اگه پولم بلاش میدادم خربوزای به این خوبی گیرم نمی اومد که دستم رو کن. جون اون رفیقت بشیر. دیگه چیزی گفتی که رو بنده شدم. باشه واز میکنم، اما بدون اگه بخوای فرار بکنی این دفعه هم دست و پاتو میبندم هم دهنتو. باشه فرار نمی کنم، دیگه نمیخوام فرار کنم، دلم واسه بابام تنگ شده. وای باشه خر میشم و وازش میکنم، ولی نری پشتم بشینی، پفت بذاری، کاسوس بذاری، کارتیریج بذاری که یارو چی میدونم، هر خاک به سرم چقدر دیدم. وای ببین چقدر ریسمان کشید کردم. الهی دستم بشکنه، چی را اینقدر محکم بستم؟ نگاه کن چه خطی انداخته توی پستی بلندی های تنت. تو خود یواش آسیتم خراب میکنه این خطوط. چقدر این کافی گره گوری پیچ پیچ دادم. بازش میکنم بابا اینقدر، حالا که من دارم باز میکنم تو چرا هی میگی باز کن؟ دارم باز میکنم. وای این خنافر مال خیفسی. آره سب کنه اینقدر هول نزم بابا، دلدر میگیری. هن خورد بدی دختر، خیلی خوشمزه. آخه خورد بده، فشار بده بری پایین. خورد هول نزم بابا، بابا مال تو اینا. چاقو من یه دفعه نخور یا با این هول بلایی که میکنی. خفه نشی. چطوری؟ How are you؟ عالیه. بیچاره خربوزه ندیده اینجوری که میخوری سقش سرد میکنی. دختر اینجا هم که حکیم پکیم نیستش. چرا اینقدر هول میزنی؟ چرا؟ هنه گوشنمه الان مدتی که هیچی نخوردم. خیلی خوب، تا تو داری خودتو خفه میکنی منم میرم دستامو تو آب خفه کنم دزدمونا. عجب آب روانیه، همش جله. که اومدیم و یه بند خدا کشمش اومد از این آب بخوره. هرگزم گیرش نیومد، جالیزی هم سراش نبود. خوب پول سر خودیم. فیلم سینمایی ولگرد قهرمان که تو سال 1344 ساخته شده، راجع به عباسه که راننده ی زن ثروتمندیه و متوجه میشه زن ثروتمند در جستجوی شیء طلایی گرون قیمتیه. عباس و زن ثروتمند سرانجام شیء طلایی رو با وجود حضور تبهکارا به دست میارن و با دخالت پلیس تبهکارا دستگیر میشن. بخشایی از فیلم ولگرد قهرمان رو با هم تماشا میکنیم. اگه نقشه رو به ما ندی برات گرون تمام. چند دفعه بگم من از حرفای شما هیچ سر در نمیارم، اصلا نقشه‌ای پیش من وجود نداره. چون عجب این ناکسه تا اینجا دنبال دختره اومدن. نیلوفر این سرسختی باعث درد سرت میشه. خواهش میکنم بیشتر از این مزاحم من نشید. صدا تو ببر. بچه ها همه جا رو بگردیم. ای پس پترتا دختره بردختو به دام انداختی نره؟ بی خودی اینطوره به هم نزنیم، یه چی پیدا نمید دیگه. اوه وحشی بس کنیم، یه از اینجا بریم بیرون. الان نامزدم میاد اینجا. نامزدت که بی خودی به ما کلک نزنین و قاها کهانه شده. اینجا که چیزی نیم. تو کمادا بگردین، همه جای اتاق خوب جستجو کنین. خب که گفتی نامزدت قراره بیاد اینجا؟ خیلی خوب، قدمشون رو چشم تشریف بیارن. نامزد من پسر یکی از قوانین مشهور ترکمنه. ما را از این دروغات نترسون دختر ارباب. خیلی خوب، اگه راست میگیم چند دقیقه دیگه اینجا بمونی. نامزدم با یه عده از افراد ایل به مهمون خونه میان تا منو به مرکز قبیلهشون ببرن. اگه شما رو با این وضع اینجا ببینن حسابتون رو میرسن. فیلم سینمایی شادی های زندگی که تو سال 1355 ساخته شده، از این قراره که استوار وظیفه شناسی قصد دستگیری دزد محل رو داره. اون دزد رو شناسایی میکنه اما دزد از دستش فرار میکنه. اتفاقاتی در زندگی شخصی اون در قبال زن خواننده‌ای که بهش علاقه‌مند میشه و همینطور وصلت خواهرش با برادر اون دوز دیدگاه اون نسبت به زندگی رو تغییر میده. بخشایی از فیلم شادی های زندگی رو با هم تماشا میکنیم. قربونت برم پسرم، باز تو که ما رو خجالت دادی. یار در این ننه دشمنت بری خجالت بکشی. هر کی ندونه خیال میکنه پول مفت گیر میاری، دیگه نمیدونه شیش ماه میره ولایت قربت، وقت اینطوری ولخرجی میکنین. حالا بیا بشین خستگی تو. قابلی شماره نداره، میخواستم با کامیون بیارم، به اشکال برخورد، خودم آوردم، خسته شدم، تمام دندام قاطی پاتی شده، نگاه کلی هول بدم به ماله بود. داداشم شماره که گفتی تلفن کردم اما کسی گوشی رو برنمی. قربون دستت نکن، باز با خودش زیاد کار ندارم. معامله مربوط به اموالش امشب باید انجامش بدم. ابا میخوای بری رضا جون؟ آخه من واسه خورش قرمه سبزی. ای بابا بذارش رو اجاق ساعت 3 حالا باید بره مقدمات کار رو به راه بکنم. با اجازی یعنی میخوای تا ساعت 3 کار کنی؟ یه وقت ممکنه اشکالی پیدا بشی تا ساعت 5 طول بکشه. خوبیش اینه که تو محل خودمون انجام میشه. خداحافظ. سلامه داشت. دارش بیار میمون بدترتیب. چی گفت این لباسو تنت کنی؟ چه بد اخلاقی. دارش بیار. بس که تو اوره میگه بخواب، برو اوره بخواب، صبح عصر کشی داری اوره. چه این غلط ها تو رو سیای باز کرده چیزی گرفته مثل که بالایش. چه خبره؟ هر خبریه که خیلی خبره. باز امشب برم ببینم کجا میخوام برم، چی کار باید بکنم، با کی طرفم، روز چه خبره، شب چه خبره. آخه مادر ساعتیه که بعد از نصف شب که دیدن نداره. فیلم صبح خاکستر با بازی رضا بیک ایمانوردی داستان احمد رمزیه که میخواد از گاف صندوق یه شرکت سرقت کنه. شریکش جلال به پلیس اطلاع میده و در نهایت حسابدار شرکت با دیدن احمد سکته میکنه و میمیره. احمد دستگیر و روانه زندان میشه. چند وقت بعد محمد پسر حسابدار شرکت برای انتقام گرفتن از احمد از خرمشهر به تهران میاد. با هم قسمت‌هایی از این فیلم رو تماشا میکنیم. من چرا میذاری آقا جان؟ من میخوام از اونا زهر چش بگیرم. فهمیدی؟ آره آخه اینا روز 3 دفعه شاید بخوام برم بیرون. من روز 100 دفعه میذارم پدرتو در میارم. عجب غلطی کردم. من استیفا میدم میرم، من طاقت ندارم برای. سلام پدر. سلام و زهر ما. بوسواق دایی جون. بوسواق درد به گور پدرت. ای؟ چرا بدون اجازه من رفتین بیرون؟ چرا؟ دایی جون خیلی خوش گذشت. پسر دایی گل داد فرق منو بود گردش صد کرج. پسر دایی به گور پدر دایش خندید. ببین دایی جون چی بهت میگه. پدر جون، پدر من بهش قول دادم نوکرم. بی خود قول داد، غلط کردی. آقا جان شدی که قول داده بود ببرت قربان. بردار ببر آقا جان کجا دل می‌خواد. اصلا چی است؟ تو خواست اظهار نظر بکنم؟ منم عاجمم. کارخونه همینجور بی صاحب افتاده تو اونجا. اون وقت می‌خوای سر منو بیختاق بکوی، خرزاده منو ببری یللی تللی. جان جون فردا خودم خودت با هم میریم یللی تللی، همه چرا با هم میگردیم. اصلا میریم هر چه صد تو ایران ساخته شده است همه رو خودم بهت نشون میدم. من امروز گرفتاری پیدا کردم نتونستم اما فردا